نوشتن این پژوهش چهار سال به درازا کشید. این نخستین برگردان انگلیسی درباره یک کتاب بسیار مهم یونان باستانه. این کتاب گزارشی از جهان پارسی هست. در سخنرانی های پیشین دوشنبه شب درباره کوروش و سه‌شنبه شب درباره تخت جمشید کوشیدم که از نوشته های پارسی بهره ببرم. I tried wherever I could to privilege the Persian material, the Iranian material, wherever I possibly could. ما پژوهشگران تاریخ پارسی باید بدونیم که برای بررسی داستان‌های تاریخ امپراتوری پارس ناچاریم که به نوشته‌های یونانی هم روی بیاریم. Of the Persian Empire, we have to turn to our Greek sources. Because the Persians themselves چون پارسی‌ها داستان‌های تاریخی خودشون رو نمی‌نوشتن. این کار تنها یک بار در تاریخ پارسی هخامنشی رخ داده و اون هم در سال 522 پیش از زادروز مسیح، هنگامی که داریوش بزرگ سنگ نوشته سترگ خودش رو در بیستون نزدیک همدان امروزی میکنه و در اون رویدادهای روی کار آمدنش رو بازگو میکنه. این نوشته پیامی سیاسی و تا اندازه نادرسته، چون در اون داریوش بزرگ میخواد چگونگی پادشاه شدن خودش و چیرگی بر خانواده کوروش رو شایسته نشون بده. اما این یک رویداد کمیاب در تاریخ هخامنشی، چون ما رویدادنگاری از دیدگاه پارسی ها رو نداریم. اما درست نیست که بگیم این اصلا وجود نداشته. پارسی ها به گمان بسیار آگاهی خوبی از تاریخ خودشون داشتند، اما آنگونه که ما بازگو می کنیم اون رو بازگو نکردن. پارس همانند بسیاری از بخش های خاورمیانه دارای فرهنگی گفتاری، بنابراین تاریخی که بر جای مونده سینه به سینه گفته شده و نیازی نمی‌دیدن که این تاریخ خشک و پر از واژه‌های پیچیده باشه. تاریخ به گونه دیگری شاید با آوازها و پهلوان‌نامه‌ها بازگو می‌شده. پس از لشکرکشی تازی‌ها به ایران، فردوسی گذشته تاریخ ایران رو در شاهنامه بازگو می‌کنه که در سال 1000 پس از زادروز مسیح نوشته شد. و گلچینی از صده‌ها داستان سرایی. به باور من چون این پهلوان نامه هم در دوران قبل از زادروز مسیح وجود داشته، بنابراین آگاهی تاریخی وجود داشته ولی نه به گونه نوشتاری. هرودوت یکی از تاریخ نویسای بزرگ یونانی از چهار دیدگاه درباره زادروز کوروش و سالهای سازنده منش و رفتار اون آگاهی داره. بنابراین چهار داستان در یونان اون روزگار گفته میشد. برای بازسازی تاریخ پارس چاره‌ای جز روی آوردن به نوشته‌های یونانی نیست. این نوشته‌ها با یک هشدار بزرگ همراهند، چون برای یونانی‌ها پارسی‌ها دشمن و دگر بودند. یونانی‌ها و پارسی‌ها با هم در جنگ بودند و بنابراین در نوشته‌های تاریخ یونان از پارسی‌ها به بدی یاد میشه. نوشته‌های هرودوت در میان یونانی‌ها از همه دادگرانه‌تره. اما در سده های پیشین یونانی ها اون رو نپسندیدن و بسیاری از تاریخ نویس ها هرودوت رو فیلوباربوس یا دوستدار بی فرهنگ ها لقب دادن. بنابراین آگاهی ما از تاریخ پارسی رنگ و بوی یونانی داره و این خطر رو به همراه داره که ما به پارسی ها به دید بی فرهنگ نگاه کنیم. اما بدون تاریخ نویسان یونانی آگاهی ما از تاریخ پارسی بسیار اندک خواهد و بنابراین نمیتونیم اون را دیده بگیریم. فکر میکنم که نیاز داریم از چگونگی تاریخ نویسی یونانی ها درباره پارسی ها و برخوردهای اونا با همدیگه آگاهی داشته باشیم. یونانی ها برای نخستین بار در آغاز سده پنجم با امپراتوری پارس در آسیای کوچک و در سارد برخورد کردند. اونا با شکست شاه کروسیوس و ویران شدن سارد از ابر نیروی نوینی که خاور را در نبرد دیده و به شهرهای یونانی زبان در آسیای کوچک رسیده بود آگاهی پیدا کردند.
هر نسل با یک رویداد تاریخی روبرو میشه که سرنوشت سازه، همانند ترور کندی یا برکناری شاه در ایران یا ریزش برج‌های دوقلو یا چیزهای دیگه. رویداد شکست سارت برای یونانی ها همانند 11 سپتامبر بود. پس از اون یونانی ها کوشش اندیشمندانه‌ای برای شناختن دشمن پارسی خودشون کردند. امپراتوری پهناوری که بسیار بزرگتر از یونان بود و با شتاب بسیاری همه خاورمیانه رو در نوردیده بود. بنابراین ما نخستین کوشش یونانی ها در نوشتن تاریخ پارسی ها رو می‌بینیم. با این کار یونانی ها می‌خواستن با پارسی ها آشنا بشن. این نوشته ها دیگه وجود ندارن و ما تنها از نام اونا و چند خط پراکنده آگاهی داریم. هرودوت نخستین بازگویی بیکم و کاست از جنگ‌های پارس را انجام داد. این جنگ‌ها در سال‌های 500 تا 480 پیش از زادروز مسیح رخ دادند که فراز اونها چپاول آتن به دست خشایارشا در سال 480 پیش از زادروز مسیح بود. هرودوت در بخشی از امپراتوری پارس به دنیا آمده. تاریخ نگاری او برای آگاهی از داد و ستد فرهنگی و جنگ های میان پارسی ها و یونانی ها بسیار پایه‌ای و مهمه. هرودوت در تاریخش به تاراج سارد و پیامدهای اون می‌پردازه. اون به 80 تا 90 سال پیش از اون برمیگرده و می‌کوشه چگونگی پدید اومدن پارسی ها و کنش اونها بر کشورهای یونانی زبان رو بازگو کنه. اون پادشاهی کوروش، پسر کمبوجیه و سپس داریوش رو بازگو می‌کنه و با پادشاهی خشایارشا اون رو به پایان می‌رسونه. دورانی که جنگ‌ها به فراز خودش رسیده و به شکست پارسی‌ها در جنگ‌های سالامیس و پلاته پس از ماراتون می‌انجامه. هرودوت این بازگویی‌ها رو در ستایش از کوشش‌های یونانی‌ها نوشته. به سخن دیگه چگونه شهر کشورهای یونانی زبان با یکدیگر یکی شدند تا این نیروی سترگ خاوری رو پس برونن. همراه با هرودوت کوشش های یونانی ها در واکنش به جنگ های پارس نه تنها در تاریخ بلکه در هنرهای گوناگون از جمله نمایشنامه ها هم وجود دارند. اسخیلوس، سوگمایش نویس بودو آتنی در سال 472 پیش از زادرود مسیح نمایشنامه پارسی ها رو می نویسه که توی اون به پیامدهای تاراج آتن پرداخته. برای یونانی ها این یک رویداد تکان دهنده فرهنگی بوده. تا 100 سال پس از اون کنش فرهنگی اندیشمندانه بسیاری میان یونانی ها و پارسی ها وجود داشته. نویسنده ها، شاعران، نگارگرا، گلدان و تندیسگرها در کارهای خودشون به کنش و واکنش های یونانی ها و پارسی ها در برابر همدیگه پرداختن. کتسیاس در دگرگونگاه این دوران آشکار میشه. به پندار ما او کتاب خودش رو میان سالهای 390 تا 380 پیش از زادروز مسیح، یعنی 120 سال پس از نخستین برخورد پارسی ها و یونانی ها نگاشته. کتسیاس در شهر کیندوس زاده و بزرگ شد و در آغاز پزشک بود. کندوس بخشی از امپراتوری پارس در ترکیه امروزی جای داره و یک رامشگاه دوست داشتنی نزدیک بودرومه. پس کتزیاس در امپراتوری پارس ساده شده. او حدود سال 399 پیش از زادروز مسیح پزشکی به روش سقراط رو فرا میگیره. ما نمیدونیم که چرا او به پارس رفته. او زمانی به خدمت اردشیر دوم پادشاه بزرگ پارس، نوه خشایارشا و نبیره داریوش بزرگ گماشته میشه. ما اکنون در دوران نوین تاریخ پارس هستیم که پیشتر از اون سخنی نگفته بودیم. کتسیاس نخستین پزشکی نبود که در دربار پادشاه‌های هخامنشی کار میکرد. هخامنشی‌ها پزشکی یونانی را ارج می‌نهادند
ما میدونیم که پزشک ویژه داریوش بزرگ یونانی بوده. افزون بر پزشکای یونانی، پزشکای مصری هم بودن که به زبردستی اونها اجر نهاده می‌شده. کتزیاس بیگمان در جنگی که در خان اسکندریه نزدیک بغداد امروزی میان اردشیر دوم و برادرش کوروش کوچک که نباید با کوروش بزرگ اشتباهش بگیرید در گرفت حضور داشته. میان دو پسر داریوش دوم که هر دو میخواستن شاه بشن جنگ خونینی رخ میده. در این جنگ کوروش کوچک کشته میشه و اردشیر دوم به نام پادشاه امپراتوری پارس تاجگذاری میکنه. گفته شده که اردشیر دوم توی این جنگ زخمی شده و کتزیاس اونو درمان کرده و پاداش بزرگی دریافت کرده. شاید کتزیاس 17 سال در قلب تپنده پارس زندگی کرده و در کوچه سالانه به همراه پادشاه و دربارش از شهری به شهر دیگه، از تخت جمشید به بابل و شوش و حکمتانه، ییلاق و قشلاق می‌کردند. به پندار من کتزیاس زبان پارسی رو می‌دونسته و با پارسی‌ها بسیار گفتگو می‌کرد. اون چه که نوشته های او رو گیرا میکنه یاداوری گذشته پارسه که در کارهای دیگه تاریخ نگاران یونانی مانند هرودوت پیدا نمیشه. هرودوت هیچگاه نتونست که زمان درازی رو در پارس و در میان پارسی ها بگذرونه. تاریخ اون بازگویی یونانی از رخدادهاست. از سوی دیگه